سلام بچه ها، به ویدیو جدید خیلی خوش اومدین. میدونم این ویدیو زیاد احتمالاً ویدیو نباشه که من همیشه دوست داشته باشم بگیرم، چون که خیلی کامنت ها جدیدم میگیرم از اینکه آدم ها بهم میگن که حس میکنم حالت خوب نیست، حس میکنم اونقدر که باید توی ویدیو ها شاد نیستی. و بعد از تمام چیزایی که باهاشون دست و پنجه نرم کردم، بعد از تمام اون فکرایی که توی ذهنمه، از یه جایی به بعد دیگه به این نتیجه رسیدم که من واقعا نمیتونم ادامه بدم. شاید برای خیلی ها راحت باشه، شاید خیلی از آدم که ویدیو ها میبینن فکر میکنن که من فقط دوربین رو میذارم میکارم شروع میکنم به ویدیو گرفتن، اما این کار برای من به اون راحتی هایی که فکر میکردم نبود. یعنی اصلا فکر من میدونستم که این مسیر راحت نیست، اما با توجه به مشکلات ریشه‌ای که دارم توی ذهن خودم، به همه چیز خیلی بیشتر از اون چیزی که باید بها میدم و این خیلی آسیب جدی به مغزم زد، در حدی که من دیگه توی این یک هفته‌ای که گذشت بعد از ویدیو آخری که گذاشتم مغزم به کل بلاک شد. نمیتونستم به یه چیزی فکر کنم و نمیخواستم به یه چیزی فکر کنم، ولی از یه طرفی کلی فکر توی ذهنم بود که از همه چی عقب موندی، از همه چی جا افتادی. و من آدمیم که خیلی فکر میکنم و این یکی از واقعا بدترین ویژگیهایی که فکر میکنم هر آدمی میتونه داشته باشه. واقعا بعضی الان که دارم مثلا این حرفا رو میزنم، از فکر زیاد واقعا خستم، در حدی خستم که اصلا نمیخوام توی یه تایمی اصلا به چیزی نمیخوام فکر کنم. بعد اصلا نمیتونم که این فشار و این حجم از استرسی که به خودم وارد میکنم و برای کسی توضیح بدم، و آخر همه حرفام یه چرا هست که چرا دارم این کارو میکنم، چرا دارم به خودم این استرسو میدم، چرا دارم اینقدر بیش از حد اهمیت میدم به آمار و ارقام و چرا بیش از حد دارم خودم رو مقایسه میکنم، و آخرش همش برسم که چرا باید این اتفاق بیفته. به هیچ جوابی نمیرسم. بارها گفتم، هر حرفی که میزنم برای خودم خیلی راحت گفتنش، اما انگاری مغزم نمیتونه این موضوع رو متوجه بشه که این حرفایی که تو داری میزنی اصلا کشکه. انگاری مغزم اصلا نمیپذیره حرفایی که خودم دارم میزنم و نمیتونه فکر نکنه، نمیتونه یه لحظه آروم بگیره. داشتم می فکر میکردم که من چقدر کارهایی که دوست دارم و به اون میزانی که دوست دارم دارم انجام نمیدم. خیلی از کارا رو نمیدونم. میدونین گاهی وقتا به این فکر بارم که یه فکر آروم داشتن چطوریه؟ میدونین؟ به این فکر میکنم که چجوریه که بعضی از آدم ها میگن که امروز خیلی روز ریلکسی بود برای ما. این حجم از استرسی که من هر روز با خودم حمل میکنم خیلی زیاده و اصلا نمیتونم برای کسی بازش کنم، اصلا نمیتونم به کسی بگم که من دارم با همچین چیزای دست و پنجه نرم میکنم. نمیتونم اصلا با زبونم، اصلا زمانی که میخوام تبدیل به کلمه کنم حسم و اینگاری اصلا نمیتونم. من اینا رو دارم میگم که بهتون هیچ وقت دروغ نگفته باشم. فکر نکنید که همیشه حالم خوبه، همیشه همه چیز اوکیه، این چیزا رو من دارم تحمل نمیکنم، چون که واقعا دیگه نمیتونستم اینا رو پنهون کنم از کسی و اصلا نمیدونستم که اینا رو به کی بگم. و اولین چیزی که یهو به ذهنم رسید این بودش که دوربین روشن کنم و این حرفا رو به شما بزنم، به خاطر اینکه نمیدونم، حس میکنم که اگه راهکاری دارین، اگه فکر میکنین که چیزی میتونه بهم کمک کنه، چون که من واقعا دلم میخواد که یه کاری رو، ویدیو گرفتن رو برای علاقم انجام بدم، نه اینکه یه چیزی رو اینقدر انجام بدم که برای خودم تبدیل به یک شغلش کنم. چون که نمیدونم میدونید یا نه، چون که کلا هر چیزی رو که از یه حدی بیشتر انجام بدی برای تبدیل به شغل میشه، و زمانی که تبدیل به شغل میشه تو باید انجامش بدی، اینجوری نیستش که بتونی اگه بخوای انجامش ندی. من واقعا دوست دارم دوربین جدید گرفتم که کلی چیزای جدید ضبط کنم، ولی از یه جایی به بعد آمار گذاشتن ویدیوهام بالاتر رفت، ارقامو خیلی هی نگاه کردم. نمیتونید متوجه شین که من چقدر آمار رو نگاه میکنم و نمیدونم این حس چک کردن آمار و این حس مقایسه رو چجوری میتونم توی خودم بکشم واقعا، چون که خیلی عصبی میکنه، واقعا عصبی میکنه از این حجمی که هی نگاه میکنم به صفحه گوشیم، هی نگاه میکنم و میدونید یه جایی از خودم خیلی عصبی میشم، برای که میبینم که به هر موفقیتی که توی زندگی میرسم، هر چیزی که کسب میکنم و اصلا نمیبینم، انگاری نمیتونم متوجه شم که آقا تو توی این سن به این چیزا رسیدی، چرا نمیبینی اینا رو، چرا هی نگات رو به جلوه و
یه جایی بعد نگاه بنداز پایین، بمون یه جا ببین که چیا به دست آوردی، ببین که به کجاها رسیدی تا الان. اینقدر به اون آینده کوفتی فکر نکن، اینقدر به گذشته فکر نکن. و مغزم مثلا خودش انگاری همه چی رو داره انجام میده. و توی این مدتی که گذشت من کلن خیلی خیلی احساسات هم مثلا قاطی شده، خیلی اینجوری هم که چت شده که اینقدر زود گریت میگیره. یعنی من یه تایمایی وسط روز یا میبینید که مثلا 3 بار یا 4 بار بغض میکنم، مثلا وسط کاری و ذهنم میره روی موضوعی شروع میکنم گریه کردن، بعد اصلا نمیدونم که مثلا چرا اینجوری شده. من کلا هر چند وقتی بار اینجوری میشم و هیچ وقت هم داره زیادی که به خودم آوردم برای گذاشتن ویدیو، برای کارهایی که دارم انجام میدم، باعث شدش که خیلی بهم سخت بگذره. و واسه همین دوست دارم که از بعد این ویدیو وارد یه چپتر جدیدی از زندگیم بشم و وارد یه بخش جدیدی از زندگیم بشیم. بچه من واقعا دوست دارم که اینا رو باهاتون شیر کنم. یعنی یکی از ترسای بزرگ زندگیم اینه که اگه یه روزی من این آدما رو نداشته باشم که باهاشون حرف بزنم، مثلا حرفامو به کی بزنم، مثلا حرفامو به کیا بزنم، چون که نمیدونم. بعد کلا من دوست دارم که حرفامو به بقیه بزنم، ولی این حسی که فکر میکنم گاهی وقتا حرفم احتمال داره خسته کننده باشه یکم اذیتم میکنه. واسه همین دلم میخواد که بعد از این ویدیو با هم دیگه وارد یه چپتر جدید بشیم و نمیدونم که اصلا چجوری قراره پیش بره، اما میخوام کلن یکم مدل کانال و مدل ویدیوها رو عوض کنم و اونجوری پیش برم که خودم دوست دارم و اونجوری پیش برم که واقعا دلم میخواد. تا شاید یکم آرومتر گرفتم، شاید یکم ذهنم رو تونستم بیشتر متمرکز کنم و اون حجم فشاری که به خودم وارد میکنم بتونم کم کنم. قبل از هر چیزی توی این ویدیو من خیلی نیاز دارم که حرفاتون رو بشنوم، نیاز دارم که بدونم کنارم این. من کلن آدمی هم که نیاز دارم به محبت بقیه و این خیلی بده میدونم. واسه همین اگه هر چیزی، هر حرفی که فکر میکنید میتونه بهم کمک کنن، خواهش میکنم بهم بگین. دوست دارم که بدونم شما کنارم این. و الان که این حرفا رو بهتون زدم که احساس میکنم سبکترم. مرسی که به حرفام گوش دادین. ببخشید اگه چهرم اینجوری بود، اما می‌خواستم که باهاتون اینا رو شیر کنم و بگم که من شاید اونقدری که نشون میدم حالم خوب نیست. مرسی از همه کسایی که متوجه شدن این موضوع رو، استرس‌های بیش از حد منو توی ویدیوها دیدن و به همین نکته‌ها رو گفتن. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، خیلی دوستتون دارم. توی ویدیوی بعدی و توی چپتر بعدی می‌بینمتون.